بالاخره خبری که مدت ها بود منتظرش بودیم رسید واقعا خود منم باورم نمیشه وارکرافت تیم وارکرافت شروع همکاری با نتفلیکس کرد چی گفتم بالاخره وارکرافت همکاری خوش با نتفلیکس شروع کرد باورتون نمیشه حتما دامه این ویدیو رو با من همراه باشید که عالیه چه خبرایی براتون دارم اسپانسر این ویدیو هم تیم 9 بچه‌ها می توی سر به سایتشون بزنید کلیکشون. همین پایین تو دیسکریپشن هست واسه خرید فروش محصولات بلیزارد محصولات استیم اگزیلگ گیر و بوسر چیزی که فکرشو بکنید تا روز شمار اومدن وارویتین هم گذاشتن دیگه چی میخواید؟ یه سر به سایتشون بزنید من داشتم واسه خودم توی اینستاگرام میچرخیدم که یهو چشم خورد به یه استوری استوری که روش زده بود وارکرافت از ناو لایو آن نتفلیکس و من دیدم به خودم نمیشه بود چی وارکرافت در حال حاضر روی نتفیلیکسه؟ اول فکر کردم یک حالا یکی از این فن میداس یکی از این فناس که میاد در مورد وارکرافت ویدیو میذاره و مثلا آرزوش اینه که یه وقتی وارکرافت بره روی نتفلیکس ولی با دقت که توجه کردم دیدم اوه 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 او این که چنل رسمی خود وارکرافته چنل رسمی خود وارکرافت یه پست گذاشته بود یه استوری گذاشته بود که آقا در حال حاضر وارکرافت لایو روی نتفلیکس و من پشمام همون لحظه گلت شد یه لینکی هم اون زیر گذاشته بود نوشته بود اگه میخواید بدونید که چه اتفاقی افتاده روی لینک زیر کلیک کنید و من هر چقدر روی لینک زیر کلیک میکردم صفحه واسه هم باز نمیشد سایت نتفلیکس باز میشد و سایت نتفلیکس هم میگفت شما دسترسی نداری به این سایت برو این دور بر نبینید که خیلی عجیب بود حتی وی پی هم چند بار عوض کردم من رو تو سایت نتفلیکس راه نمیداد خلاصه من بی خیال نشدم رفتم و کلی در موردش تحقیق کردم که آقا داستان چیه وارکرافت آن نتفلیکس بالاخره آرزوی ما برآورده شده خلاصه رفتم و یه خورده تحقیق کردم متوجه شدم داستان اینه بچه ها. اون فیلمی که وارکرافت سال 2016 ساخته بود یادتونه وارکرافت مووی رو اون فیلم الان رفته رو شبکه های نتفلیکس و جالبه که بدونه توی همین تایم دو سه روزه ای که رو شبکه نتفلیکس رفته عضو ده تا فیلم برتر نتفلیکس هم شده که خیلی این خبر خوشحال کننده ایه شاید الان به خودتون بگید خب بابا فورتین علکی هیجان دادی به ما ما فکر کردیم فیلم و سریال جدید قرار از وارک رفت بیاد همون فیلم قدیمی که گذاشته رو نتفلیکس بچه درسته شاید در نگاه اول خیلی خبر مهمی نباشه ولی خبر مهم کجاست خبر مهم آنجایی که وارکرافت یعنی تیم وارکرافت بالاخره همکاری خودش رو با نتفلیکس شروع کرده اگه شما ویدیوهای قبلی که من در مورد فیلم و سریال وارکرافت گذاشته باشم و دیده باشید توی اون ویدیوها هم بهتون گفتم که چندین بار دیولپر های گیم مدام در این مورد صحبت کردن گفتن که بعد از اینکه ماکروسافت بلیزارد رو خرید اومد و یه بودجه خیلی سنگینی رو برای کلا فرانچایز وردا اف در نظر گرفت و خود دیولپرها هم گفتن که آقا ما یه تیم تشکیل دادیم که از این بودجه به نحو احسن استفاده کنیم و گفتن که تنها هدف ما فقط گیم و بازی ورد اف نیست قرار سریال و فیلم و داستان و کتاب و خیلی چیزهای دیگه هم در مورد ورد هر چیزی که مربوط به سرگرمی بشه بتونیم از فرانچایز ورد استفاده کنیم میخوایم روش سرمایه گذاری کنیم رئیس تیم هم همونطور که احتمالاً بدونید داداشم کریس و اینا بچه ها توی چندین مصاحبه اومده بودن و گفته بودن که ما میخوایم بیایم فیلم و سریال از وارکرافت بسازیم چون که ماکروسافت بودجهش رو بهمون داده ولی نمیخوایم اشتباه قبلی خودمون رو تکرار کنیم اشتباه قبلیشون چی بود فیلم وارکرفت و خود دیولوپرهای گیم وارکرافت سعی کرده بودن بسازن و خب زیر بار مسئولیت ریده بودن همه ما که فیلم وارکرفت واقعا یک افتضاح بود و اون موفقیتایی که باید کسب میکرد و کسب نکرد و خب دیولوپرهای وارکرفت به این نتیجه رسیدن که خودشون نمیتونن فیلم بسازن چون خودشون که کارشون ساختن فیلم نیست خودشون کارشون ساختن بازیه برای همین توی چندین مصاحبه بهمون گفته بودن که ما دنبال یک تیم یا یک کننده یک کار یا یک شرکت خیلی خوب میگردیم که کار فیلم و سریال وارکرفت رو بسپاریم بهش که اونا بیان واسه ما فیلم و سریال بسازن یعنی چندین بار کریس میتزن و بقیه دیولوپر های گیم به این نکته اشاره کرده بودن که ماکروسافت یه بودجه سنگینی به ما داده ما نه صرفا فقط واسه گیم رو بقیه پروژه ها هم هر چیزی که مربوط به سرگرمی باشه قرار سرمایه گذاری کنیم رو فرانچایز ورد اف وارکرافت و فیلم یا سریال وارکرافت خودمون قرار نیست بسازیم قرار بسپاریم دست یه شرکت کننده و الان داریم میبینیم که بلیزارد همکاری خودش رو با نتفلیکس شروع کرده یعنی اومده گفته که آقا بیا تو که کننده کاری فیلم سریالی واسه ما بساز نتفلیکس هم برگشته گفته خب آقا اون فیلمی که سال 2016 ساخته بودید و فعلا, فعلاً به من تحویل بدید من رو شبکه هام پخش کنم که یه خورده طرفدار پیدا کنه ورد اف وار که رفت رو شبکه های من بعد ازش فیلم و سریال هم میسازم یعنی این که میبینیم فیلم وارکرفت رفته رو شبکه های نتفلیکس به طور واضح داره به ما اینو نشون میده که وارکرفت تیم وارکرافت با تیم نتفلیکس شروع به همکاری کرده و این خودش پیشنمایشی از یک سریال یا یک فیلم خفنه که ما قراره رو شبکه نتفلیکس ببینیم بالاخره ما یه همکاری خوب دیدیم همکاری تیم وارکرفت با تیم نتفلیکس و این که قراره سریال یا فیلم وارکرفت ساخته شه بچه ها بدون شک 100 درصد قطعیه چون همونطور که گفتم دو سه بار تو چندین مصاحبه دیولپرای گیم خودشون بهمون گفته بودن که آقا ما یه بودجه سنگینی گرفتیم که قراره رو فیلم و سریال پخش خرج کنیم و دنبال یه کننده کار میگردیم و الان هم میبینیم که کننده کار که نتفلیکس باشه که یه قول فیلم و سریال سازیه هم پیدا شده و با تیم وارکرفت همکاری کرده حالا اگه نظر خود منو بخواید بچه ها اگه دوباره بخوام بیان یه فیلم تو که تو فیلمی که سال 2016 ساختن و بیان دوباره بسازن هم هزینه خیلی زیادی داره همین که فیلم موفق بشه یا نه مشخص نیست از نظر من اگه بیان سریال انیمیشنی بسازن به شدت بیشتر موفق میشن مثل چی مثل سریال آرکین که از رو بازی لیگ آف لجند ساختن اگه سریال آرکین رو دیده باشید میبینید که چه ادورتایزی واسه بازی لیگ آف لجند کرده بعد از منتشر شدن سریال آرکین پلیرای لیگ آف لجند چندین برابر شدن و پیک هیروی جینکس هم تو بازی چندین برابر شد توی سریال جینکس رو نشون میداد ملت هم جذب میشدن میرفتن تو بازی جینکس پیک میکردن هم پلیرایش زیاد شد هم تعداد پیک جینکس زیاد شد چون چون یه سریال خوش ساخت بود سریال آرکین به نظر من اگه بیان به جای اینکه یه فیلم ریالستیک بسازن بیان یه سریال انیمیشنی از روورد وارکرفت بسازن میتونه موفقیت خیلی زیادی داشته باشه تنوز مشخص نیست که همکاری وارکرفت و نتفلیکس در چه حده و قرار چی کار بکنن فیلم بسازن، سریال بسازن، سریال انیمیشنی بسازن، سریال ریالیستیک بسازن ولی به نظر من اگه با یه هزینه کمتر بیان و روی انیمیشن سرمایه گذاری کنن میتونن موفقیت خیلی بیشتری داشته باشن و ما زودتر میتونیم به اون پروژه برسیم مثلا نمیدونیم ده سال بعد که بخوایم ده سال بعد منتظر فیلم یا سریالش باشیم این نظرات منه امیدوارم که هرچی زودتر ما شاهد خبرهایی باشیم که بلیزارد یا نتفلیکس بیاد اعلام کنه که آقا رو پروژه مثلا سریال یا فیلم وارکرف قراره چیکار کنن و خبرهای بیشتری بهمون بدن نظر من اگه میخواید صد در صد این که فیلم وارکرافت رفته رو نتفلیکس نشان دهنده شروع همکاری وارکرافت و نتفلیکسه و ما به زودی خبرهای بیشتری از سریال یا فیلم وارکرافت روی شبکه نتفلیکس خواهیم دید و این خیلی خفنه که بالاخره تیم و اعضای تیم وارکرافت و اعضای فرانچایز وارکرافت به این نتیجه رسیدن که شاید خودشون بازی ساز خفنی باشن و گیم خیلی خفنی طراحی کنن ولی ساختن فیلم کار خودشون نیست و دارن کار رو به کاردون میسپارن یعنی شبکه قول فیلم سازی یا همون نتفلیکس خواهش میکنم شما حتما نظراتتون همین پایین تو بخش کامنت ها بنویسید سعی میکنم همه کامنت ها رو بخونم و جواب بدم ماچ به کله تک تکتون من که خیلی خوشحالم